افتخار داریم به عنوان حسن ختام برنامه خدمت استاد ارجمند و محبوب همه ما استاد رنانی که برای بیان سخن خدمتشون باشیم. خواهش میکنم به شایستگی استقبال کن. بسم الله الرحمن الرحیم. از خدا جوییم توفیق ادب، بی ادب محروم ماند از لطف رب. بی ادب تنها نه خود را داشت بد، بلکه آتش بر همه آفاق زد. شاید انتظار داشتم که 5-6 سال پیش، نمیگم 15 سال پیش، ولی انتظار داشتم که 5-6 سال پیش این مجلس برگزار میشد و خب توفیق حاصل شد و امروز خدمت دوستان هستیم و البته با محدودیت های کرونایی مقامات سالن هم اجازه ندادن که جلسه مفصل تر باشه و مجبور شدیم که تعداد محدودی از دوستان و عزیزان رو دعوت بکنیم. سپاسگزارم از برگزار کنندگان، از خانه اندیشمندان علوم انسانی، از انجمن حقوق شناسی و از پویش فکر توسعه که این جلسه رو برگزار کردن و سپاسگزارم از همه شما، تک تک شما که زحمت کشیدید و از سخنران محترم که تقبل زحمت کردن و در باب کتاب سخن گفتن. من نمیخوام وارد بحث کتاب بشم، در حد اشاره قصه این کتاب رو خیلی کوتاه میگم و میخوام یک نتیجه بگیرم که دوست دارم زمانی که به هم داده شده رو درباره اون در واقع نتیجه صحبت بکنم. کتاب زمان تحلیلاش گذشته، کتاب زمان استفاده از تحلیلاش 10 سال پیش بوده و ما فقط به عنوان این که بالاخره یک سندی است که در آینده میتونه برای بررسی نقاط ضعف نظام تدبیر ازش استفاده بشه منتشر کردیم که فقط این کتاب بماند و این که طول کشید که مجوز بگیریم هم این بود که می‌خواستیم همه کتاب یک جا باشه و هیچ بخشش حذف نشه. جز برخی از اسامی که حذف شد دیگه چیزی از کتاب حذف نشده، توی مقدمه توضیح دادم. درباره کتاب هم قبلا بسیار گفته شده و هم امروز دوستان زحمت کشیدن، نقد های زیادی هم شده و اصلا ضرورتی نداره که بخوایم به اونها بپردازیم، یعنی به محتوای کتاب. محتوای کتاب زمانه محتوای کتاب رو آشکار کرد. محتوای کتاب، خب خود منم امروز اگر نگاه کنم نقد میکنم بخشی از برخی از روش های یا مفروضات اولیه کتاب رو، اما در هر صورت 10 پیش بینی شده در این کتاب که 9 تاش محقق شده. بنابراین حتی اگر برخی از مفروضات هم برون سوال باشه یا به روش ایراداتی باشه، اما ما این بحث ها رو و این پیشبینی ها رو در یک فضای پر ابهام بدون اطلاعات و در فضایی که جرأت دریافت اطلاعات هم نبود و درخواست اطلاعات هم نمیتونستیم بکنیم، این تحلیل ها بیرون اومده. طبیعی است که نقایص و نواقصی داره، اما این سوال برجاست که اگر یک معلم دور افتاده یه دانشگاهی با چند تا از دانشجوهاش میتونه با یه سری اطلاعات بسیار پراکنده پیشبینی های مهمی بکنه، چگونه یک ساختار بزرگ تدبیر عاجز از این که آینده خودش رو پیشبینی کنه و تصمیماتی کم هزینه تری بگیره. این کتاب فریاد مکتوبی است که اون زمان نمیشد به صدا فریاد بکشیم، مجبور بودیم بنویسیم و بیشتر تخلیه روانی من بوده، بیشتر نیاز خودم بوده که در برابر وجدان خودم و تاریخ بگم من تلاشم رو کردم. 3 سال با تقریبا تعویض میشدن، همه نبودن همزمان، ولی حدودا 20 نفر با من همکاری کردن و به نظرم حدود 20 میلیون هم از جیبم اون زمان سال 84 در نظر بگیرید برای حق و تحقیق بچه ها دادم تا این کتاب رو تونستم تدوین بکنم. آمارها خیلی سخت بود و به هر ترتیب جوری بود که
کسی هم نمیدونست من چه کار میکنم. من گفته بودم من راجب نفت دارم بررسی میکنم. حتی به بچه‌هایی که با من کار میکردن، هیچ کدوم از بچه‌ها نمیدونستن که موضوع مناقشه اتمی است. چون حدس میزدم که یه نفر بدونه بیان و کل اسنادمو جمع کنن برن. و اسناد رو هم مرحله به مرحله معدوم میکردم که اصلا اسمی از کسی، بچه ها کیا با من کار میکنن نباشه، برای اینکه نگران بودم که بیان نه تنها اسناد رو ببرن بلکه بچه ها رو هم ببرن. بعدن هم که سال 94 نه 92 و 94 نسخه الکترونیکش رو منتشر کردم، به 20 نفری که با من همکاری کردن زنگ زدم که بچه ها اسمتون رو بیارم، گفتن نه. این سال 94 نه 84 هنوز بچه ها واهمه داشتن از این که من اسمشون رو در کتاب بیارم. البته برخیشون اجازه دادن که توی این نسخه چاپی اسمشون رو بیارم و سپاسگزاری کنم. پس فضا رو ببینید چه جوریه. و وقتی کتاب تمام شد، من تمام سوابق کتاب رو دادم خمیر شد، هیچی نگه نداشتم، چون یه نسخه ای که دست نویس خودم بود ولی نسخه هایی که لاک گیری شده بود، جدول روش نمیشه چیزی بود، بچه ها دیده بودن، مقابله کرده بودن. و بعدن هم که آماده شد نمیدونستیم که چجوری برسونیم به دست مقامات. به هر ترتیب با کمک برخی از دوستان، خب اصل نسخه خطاب در واقع نامه‌ای روش بود که خطاب مقام معظم رهبری بود و چهار نسخه هم به سران سه قوه و آقای هاشمی رفسنجانی، افراد مشخصی رفتن و حضوری تقدیم کردن. پس مطمئنیم که به دستشون رسیده، ولی حتی یک اعلام وصول هم به دست من نرسید، گرچه انتظار داشتم که صدام بزنن و بگن این ارادیف چی، اگه حرف حسابیه که صدا بزنن مقامات مربوطه رو و بگن اینا یا حرف حسابیه که پس ما کجا داریم میریم، یا غلطه که جوابشو بدید. لااقل منو قانع میکردن، یا اگر واقعا این حرف جدی بود جدی میگرفتن. من احتمال میدم که اصلا حداقل سه جا در سه مورد اصلا دیده نشده کتاب، اصلا خونده نشده، احتمالا گرفته شده و بایگانی شده، احتمال میدم با اطلاعاتی که دارم. ولی یک موردشو مطمئنم که دیده شده، خونده شده، و پاسخ این بوده که پاسخ اجمالا این بوده که در حوزه انرژی اتمی ما سیاستمون درسته، مشکلی نیست، کنترل دست ماست. در حوزه نفت هم ما کاری نیستیم، کنترل دست غرب، این دوتا هم ربطی به هم نداره. این تنها واکنشی بوده که یکی از در واقع کسانی که نسخه من رو برده و توضیح داده بهش داده شده. خب گذشت این فریاد مکتوب و این قصه عرض کنم که در واقع قصه برای من جانکاه خوشبختانه پایان یافت. در واقع میخوام احساس و تجربم رو و برداشت خودم رو از تجربه این کتاب، حالا ممکنه که دوستان البته دیده باشن، یا کسایی که ممکنه بعدن این صحبت ها رو بشنون، یا شما اگر فرصتی نکردید نگاه کنید. اجمال قضیه این بوده که آقا ما اصلا با یک پلن غربی وارد بازی اتمی شدیم، ما جاسوس هایی احتمالاً این داستان رو تو دامن ما گذاشتن، نقشه های غلط با تجهیزات آلوده، و ما وارد بازی شدیم و این بازی هم با تعامل و گفتگو و اینا ختم نمیشه. یه طرفه بیایید بیرون، یعنی بگید آقا ما برای 10 سال کل فعالیت های اتمی رو متوقف میکنیم و همه چی شفاف، هر چی میخواید بیاد بررسی کنید، و اگر با این طریق ادامه بدید دست کم 20 سال درگیر هستید با حدود، اونجا برآورد کردم، 10,000 میلیارد دلار خسارتی که اقتصاد ما و جامعه ما میبینه. حالا عددش رو الان شاید شک داشته باشم. خلاصه بحث اینه که به سرعت بیاید بیرون. الان کی؟ الان اوباما داره تبلیغات میکنه که بیاد رئیس جمهور بشه، گفته من آماده مذاکره با ایرانم بدون پیش شرط. و اونجا گفتم که اوباما بدتر از بوش با ما برخورد میکنه، خشن برخورد نمیکنه ولی نرم برخورد میکنه. اوباما رو میبره، ما رو میبره به سمت تحریم. اوباما تئوری داره و تئوری اوباما تئوری خیلی خطرناکیه.
جنگ توش نیست، حمله توش نیست، ولی نهایتش ما رو میبرن به سمت تحریم و نهایتا مذاکره. این که هنوز اوباما رئیس جمهور نشده. بنابراین تا اوباما نیامده برید مذاکره رو شروع کنید که بعد خجالت نکشید. تا نیامده برید مذاکره کنید، بعد اگه اومد، اگه نیامد که با جانشینش میتونید مذاکره کنید، اگر هم اومد که با خودش. و الان اداره امتیاز میده، میگه بدون قید و شرط. اگر اومد دیگه بعیده که بدون قید و شرط مذاکره کنه. و بعد پیامدهاش رو برشمردم که اگر این چه داستان نیست. اوباما هم همه چی شفاف و چیز پوشیده ای نبود. من کمپین اوباما رو دنبال میکردم و از طریق شعارها و بحثایی توی کمپین اوباما داشتم تئوریشو در میآوردم. جایی نوشته نبود که بخونم ببینم که آقا اوباما چیه. کمپین اون زمان کمپین اوباما رو دنبال میکردم و از روی بحثای اوباما متوجه شده بودم که اوباما برای انرژی یک چارچوب نظری خیلی منسجم داره و این چارچوب نظری کاملا ما رو میبره توی بازی بسیار پرهزینه و تنها راهش این بود که ما وارد بازی نمیشدیم. خب گذشت اون چی که گذشت و خساراتی که بر ملت ما تحمیل شد. چهار تجربه دارم با چهار قوه نظام که جمع‌بندیش رو میخوام بگم که چیست. تجربه اول تجربه پایان‌نامه دکتریم کتاب بازار یا نابازار. وقتی نوشتم آقای زواره‌ای، مرحوم زواره‌ای رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک بود، درخواست ملاقات دادم، یه نسخه از کتاب رو فرستادم و گفتم آقا من 3 سال تحقیق کردم به این نتیجه رسیدم که 1 ریال اگر در امور حقوقی یعنی حقوق مالکیت مردم هزینه کنیم، اگه خاطرم باشه 5 برابر 1 ریال اگر در صنعت و اقتصاد صرف بکنیم بازدهی خواهد داشت، به خاطر آثار مهمی که حقوق مالکیت بر اقتصاد ما داره و مشکلات حقوقی. و بنابراین ما سرمایه گذاری توی اقتصاد برای یه مدتی کردیم، فعلا باید بریم حقوق مالکیت رو ارتقا بدیم. از این کتاب میتونید استفاده کنید برای اینکه این حرف رو شما قوه قضاییه این حرف رو بپراکنید. هیچ پاسخی داده نشد، هیچ. باز دلم نیامد و رفتم دفتر آقای زواره‌ای، نزدیک پارک شهر بود و بعد خلاصه 5 صفحه‌ای از کتاب رو نوشتم و فرستادم به امید اینکه صدا بزنن، ولی خبری نشد. این یک تجربه بود مال سال 75. سال 79 رفتم مرکز پژوهش‌های مجلس و بعد از 1 سال به این جمع‌بندی رسیدم که مجلس ششم بسیار اقتصاد جامعه ما رو پرهزینه خواهد کرد. یه مقاله 20 صفحه‌ای نوشتم تحت عنوان مهاجرت به درون. گفتم که مجلس ششم داره به سمتی میره که بازی داخل نظام رو به یک بازی حذفی تبدیل میکنه. تا حالا بازی داخل نظام یک بازی رقابتی بود، دو جناح بخواستن رقابت کنن برای کسب سهم بیشتری از قدرت، ولی اگر هم قصد شما نیست، علامتی که به رقیب میدید اینه که من اومدم حذفتون کنم. به سرعت اگر استراتژیتون رو عوض نکنید و پیام این نباشه که نه ما نیومدیم حذف بکنیم، حتی اگر شما نخواهید بازی حذفی رو شروع کنید، رقیبتون بازی حذفی رو شروع میکنه و کشور برای صراحتن گفتن 10 تا 15 سال میره توی بازی حذفی و برای خاطر کشور این بازی رو متوقف کنید قبل از اینه که مجلس ششم تحصل کنند و استعفا بدن و اینها. اسم نوشتم من بود مهاجرت به درون و دادم به 2 نفر از معاونای رئیس مجلس، معاونای کروبی، نایب رئیس ها. اونا منو خواستن، دعوت کردن، نشستم حضوری هم براشون بحث ارائه کردم، قانع شدن، گفتن ما بریم ببینیم میتونیم دوستان رو قانع کنیم. ولی قرار بود که من رو دعوت کنم تا در جمع بزرگتری از مجلس ششمی ها این بحث رو مطرح کنم، ولی هیچگاه دیگه صدا زده نشدم. و بحثم این بود که خروج از حاکمیت در واقع یعنی تعارض، یعنی تنش. بگید مهاجرت به درون،
هممون یک گام بدیم عقب، فتیله روزنامه هامونو بکشیم پایین، احزابمون رو بگیم آقا به دلیل مشکلات اقتصادی ما فعالیتمون رو کم کردیم، یه دهی که سخنرانی های تون میکنن صداشون بزنید، مؤاخذه کنید، کنترل بکنید، و حتی برخیتون برید دنبال ادامه تحصیل، بگید به علت ادامه تحصیل میخوام استعفا بدم، و یه مقداری فضا رو آرام کنید. بعدا این مقاله البته چاپ شد تحت عنوان گزار از گزار سوم، خب خیلی اصلاح شد چون قرار بود انتشار پیدا بکنه و مجله قبول نمیکرد. بخش زیادی از بحثا هست شد ولی پیکره تحلیل اونجا هست. این تجربه من با اون با قوه مقننه بود، این با قوه قضاییه. با قوه قضاییه بود، این با قوه مقننه. تجربه سومم هم همون کتاب اقتصاد سیاسی مناقشه اتمی که 3 سال وقت گذاشتم و من برای 2 تا نوروز، برای که بدونه چقدر درگیرش بودم، برای 2 تا نوروز خونه نبودم. خانواده هم پذیرفته بودن که من یه مسئولیتی دارم باید انجام بدم. تقریبا در این 2 سال اول در هیچ جمع خانوادگی، مهمانی، مجلسی جایی شرکت نمی کردم و خودم رو قلنطینه کرده بودم برای این کار، وقف این کار کرده بودم. حجم عظیمی از اخبار رو روزانه در می آوردیم، هر خبری راجع به نفت، بازار نفت، جلسه ای، گفتگو ای، پالایشگاه فلانجا، پالایشگاه، هر خبر راجع به نفت و انرژی اتمی بود رو روزانه رصد می کردیم، می شستیم تحلیل می کردیم. در هر صورت نهایتا تبدیل شد به یک نامه 666 صفحه‌ای که خدمت مقامات تقدیم شد و عرض بکنم که هیچ واکنشی حتی در حد یک اعلام وصول نبود. این هم تجربه من، تجربه یک تلاش برای اینکه علامتی داده بشه، ساینی داده بشه به کی؟ به اصلی ترین قوه کشور، یعنی حوزه رهبری. تجربه چهارم هم تجربه دولت آقای روحانی است که من در 4 مورد بچه ها رو صدا زدم، کار کردیم، اطلاعات جمع کردیم و رفتم خودم شخصا، حالا یا با جهانگیری یا با برخی از مقامات ارشد دولت، در 4 مسئله طرح کردم. در اردیبهشت 97، روز اول ماه رمضان 97 خاطرم هست، رفتم و در مورد بازار ارز که اون زمان 4 خورده‌ای بود، حدود 4000 بود، یه تحلیلی بردم، گفتم خب بازار ارز حد اکثر 1 تا 2 ماه دیگه دوام میاره و بعد میشکنه و وارد یک چرخه‌ای میشیم و به سرعت باید یه اقداماتی بکنیم. یه پیشنهاداتی هم دادم که خب ما رو احاله دادن به بانک مرکزی و وزارت اقتصاد و دیگه من خودم نرفتم، دانشجوام رو فرستادم ولی که ارائه بکنن دستاورد رو، ولی تحویلشون نگرفتن. هنوز ماه رمضان تمام نشده بود که بازار ارز وارد بحران شد و رفت به سمت 10,000 تومان، 12,000 تومان. در مورد 2 مورد دیگه، در مورد بنزین و یارانه رفتم، اون طرح فرم حذف یارانه ها بود که گفتن بیاید اعلام بکنید میخواید حذف کنید یا نه فرم پر بکنید. پیشنهاد دادم که قبل از هر تصمیم اقتصادی حتما یه تیم روانشناسی اجتماعی، هم در مورد بنزین رفتم هم در مورد اون فرم، یک تیم روانشناس اجتماعی بیاد وضعیت امروز جامعه رو تحلیل کنه و به نظر نمیرسه که وضعیت روانی جامعه آماده باشه و آقای روحانی الان بیش از اینکه یک مشاور اقتصادی لازم داشته باشه، یک مشاور روانشناس اجتماعی لازم داره برای تصمیمات ملی. بعدها که یک 2 بار پرسیدم، هیچگاه این توصیه دقت نشده بود و من معتقدم که لازم، با اینکه من سواد روانشناسی اجتماعی ندارم، ولی آشکار بود که جامعه آستانه روانیش چنین تغییر رو نمیپذیره. و آخرین بحثم در مورد سقوط بورس بود که باز همین امسال عرض کنم که صبح پنجشنبه بود اومدم تهران، مستقیما رفتم دفتر یکی از مقامات ارشد تو دولت، تحلیلم رو ارائه دادم و ظهرم برگشتم. خلاصه سخنم این بود که اون زمان که من رفتم بورس حدود شاخص کل حدود نزدیک 1500 بود،
گفتم اجازه ندید از 1500 بره بالا و این پیامدهاش این آمارها رو برده بودم و قطعا سقوط میکنه، به خیلی آسیب میزنه اگر شورش نشود و اینها خیلی آسیب میبینن. و خب اون زمان هم پاسخ این بود که حالا دولت یه درآمدی داره کسب میکنه، تو میخوای درآمدم با کسب نکنی. یعنی با 4 تا قوه 4 تا در واقع تلاش شکست خورده داشتم که متوجه شدم که یک مشکلی در نظام تدبیر ما وجود داره که توی روانشناسی بهش میگن هرس سیناپسی، که موجب چیزی میشه که در جامعه شناسی بهش میگن انسداد تعاملی. هرس سیناپسی و انسداد تعاملی، هرس سیناپسی داستانش اینه: بچه که به دنیا میاد تقریبا مغزش کامله، یعنی بین 60 تا 100 میلیارد سلول نورون مغزی شکل گرفته. ممکنه حالا تحت شرایطی تعدادی از این نورون ها افزایش هم پیدا کنه، ولی عمدتا مغز کامله. آن چیزی که رخ میده بعد از تولد و امکان فکر کردن و بلوغ فکری و شخصیتی رو به کودک میده اینه که بین این نورون ها سلولای مغزی سیناپس شکل میگیره. سیناپس حلقه های ارتباطه. نورون ها مثل تلفن هایی است که تو خونه های شهر باشه، اگه سیم کشی نباشه هیچ اتصالی برقرار نیست. سیناپس ها اتصال رو برقرار میکنن، سلول به سلول میتونه ارتباط پیدا کنه. این شبکه ارتباطاته که بعد امکان فکر کردن، حافظه داشتن و مهارت رو ایجاد میکنه. در یک سال اول در هر ثانیه بین 800 تا 8000 سیناپس مغزی شکل میگیره. بین 800 تا 8000 سیناپس در هر ثانیه، یعنی یک انفجار کیهانی در مغز کودک، و هر نورون میتونه تا 200000 سیناپس بهش قفل بشه. یعنی هر سلول مغزی میتونه تا 200000 ارتباط بگیره. این وضعیته که به ما امکان فکر کردن، خلاقیت، تصمیم گیری میده. اگر این ارتباطات برقرار بشه، و این ارتباطات کی برقرار میشه؟ اینکه بچه درگیر یادگیری، درگیر تجربه کردن بشه، بازی کنه، بخوره زمین، با حیوانات دست بذاره به دیوار، دست بذاره ببینه، باش گفتگو بشه، با هر کدوم از این تعاملات بخشی از سیناپس های مغزیش تکامل پیدا میکنه. بعد از یه دوره‌ای که این سیناپس ها شکل گرفت که تا 3 سالگی اوجشه، از حدود 5 سالگی هرس مغزی، هرس سیناپس مغزی شروع میشه. اون ارتباطاتی که تداوم پیدا نکرده، سیناپساش تقویت نشده، اونا حذف میشه. یعنی مثلا روی لهجه که دائما با بچه حرف زده شده، سیناپسای مربوط به لهجه تثبیت میشه، دیگه از بین نمیره. ولی اگر مثلا بچه تجربه بازی با سوسک رو پیدا نکنه، سیناپسای مغزی مربوط بازی با سوسک شکل نمیگیره و این تا آخر عمرش نمیتونه با سوسک ارتباط بگیره. بنابراین از یه جایی هرس سیناپسی شروع میشه که اوجش دیگه در 11 سالگیه که پایان هرس سیناپسیه. خب حالا این داستان، پس وقتی که هرس سیناپسی شکل گرفت دیگه چیه؟ دیگه ظرفیت مغزی تثبیت میشه، دیگه بیش از این نمیتونه. هر چی قرار ظرفیت مغزی باشه، تو اون دوره است که ما با انفجار سیناپسی، با رشد عظیم سیناپسی روبرو هستیم. اینا عمدتا روی در واقع کورتکس مغز، روی قشاع خاکستری مغز در واقع شکل میگیره این ارتباطات. حالا در کودک دیگه این تغییر نمیکنه، ولی البته در سیستم های زنده ای مثل جامعه این کورتکس مغزی میتونه جا به جا بشه و حذف بشه، از نو بیاد. جنبندی من اینه که نظام سیاسی ما دچار هرس سیناپسی شده. یعنی سلولای مغزی داره، شوراهای عالی، مراکز تصمیم گیری، افراد، مقامات، اینا هر کدوم یک سلول مغزی سیستمن که باید تصمیم بگیرن. بعضیاشون هم خیلی هوشیارن، بعضیاشون هم خیلی باسوادن، بعضیاشون هم خیلی متخصصن. این کار رو نمی کنیم، نمیگیم بیسوادن، نمیگیم چیان. نه، ممکنه این در جایی هم که نشستن جاشون باشه، ممکنه، اینو نفی نمی کنیم. ولی سلولای مغزی این نظام تدبیر
سیناپساشون از بین رفته، ارتباطات متوقفه. اون ارتباطاتی که اجازه میده یک نظام سیاسی به یک تدبیر مؤثر برسه، نه اینکه یه آدم متخصص بشینه اینجا. این آدم متخصص سر جاش هم که نشسته باشه، اگر سیناپسای مغزی نظام سیاسی متصل نباشه، فعال نباشه، یا به اندازه کافی ازش استفاده نشده باشه که نهادینه شده باشه، این سیستم نمیتونه عقلانی تصمیم بگیره. من الان که نگاه میکنم آشکارا میبینم رابطه وزرا با رئیس جمهور قطعه، رابطه معاون اول با رئیس جمهور قطعه در جلسات رسمی، ولی تعاملات جدی که بشینن درگیر بشن، بحث کنن، به جنبندی برسن، پاشن، خیلی سطحیه. رابطه رئیس جمهور با رهبری قطعه، گفتگو میکنن، حالا احوال میکنن، گپ میزنن، ولی اینکه آقای روحانی روزی دوبار با رهبری گفتگو بکنه نه، گاهی ممکنه 3-4 ماه هیچ ارتباطی با هم نداشته باشن. حالا یه نامه ای داده میشه به دفتر رهبری، پاسخش هم میاد، ولی تعاملی وجود نداره. رابطه رهبری با مجلس خبرگان قطعه، رابطه مجلس خبرگان با جامعه قطعه، رابطه روشنفکران با حکومت قطعه، رابطه روشنفکران با جامعه قطعه، رابطه روشنفکران با خودشون قطعه. شما الان نمیتونید 3-4 تا اقتصادون درجه یک رو از نهادگراها و بازارگراها کنار هم بشینید بگید آقا راجب این تورم بحث کنید، یه جنبندی ما بدید. همون نیم ساعت اول دعواشون میشه، پامیشن میرن. همین مسئله سر جامعه شناسا هست، همین مسئله سر حوزه های دیگه هست. وقتی میگم نظام تدبیر، فقط نظام سیاسی رو نمیگم، البته نظام سیاسی بخش اعظمشه، ولی قاطبه روشنفکری هم بخشی از نظام تدبیرن، دانشگاه هم بخشی از نظام تدبیرن، حوزه هم بخشی از نظام تدبیره. بنابراین ما مواجهیم با در واقع هرس سیناپسی در یه مرحله ای. حالا این که این هرس سیناپسی در نظام سیاسی از کی شروع شد نمیدونم، میدونم ولی الان نمیخوام وارد بحث بشم. میشه یک ایده هایی داد که این هرس سیناپسی از کجا شروع شد، ولی ما مواجه شدیم با قطع ارتباطات. بنابراین الان بهترین آدم بارم که سر جای خودش بذارید چیزی عوض نمیشه، چون ارتباطات متوقفه، تعامل متوقفه. به چنین وضعیتی میگن انسداد تعاملی، در جامعه شناسی به چنین وضعیتی میگن انسداد تعاملی. انسداد تعاملی یعنی شما میرسید روبروی هم، نمیتونی تو اون عقبش بزنی، نه اون میتونه تو عقب بزنه، نمیتونید با هم گفتگو کنید، به جنبندی برسید، نمیتونی اگه عقب جرأت نمی کنی تو عقب نشینی کنی، چون میدونی اگه عقب نشینی کردی او از پشت پنجه میزنه، اون هم نمیتونه عقب نشینی کنه چون میدونه اگه عقب نشینی کرد او از پشت پنجه میزنه. بنابراین همه میدونیم بن‌بسته، هیچ کس جرأت عقب نشینی نداره، امکان گفتگو هم وجود نداره. اینو بهش میگم انسداد تعاملی. خب این وضعیت وضعیت خوبی نیست، از توش خیر در نمیاد، از توش راهکاری برای نجات کشور در نمیاد، و وضعیت نتیجه همینه که حرفهای خوب، تلاشهای خوب، طرحهای خوب، مصوبات خوب، اما نتیجه نامطلوب. ما اینپوت توی سیستم زیاد داریم، خیلی هزینه میکنیم، خیلی مصوبه داریم، خیلی منابع خرج میکنیم، آوتپوت یا محصول یا ستاده یه کمی داریم یه جاهایی، ولی آوتکام یا دستاورد نداریم. خیلی جا خیلی خرج کردیم بر روستاها، خیلی هزینه کردیم، خیلی جاده روستایی زدیم، ولی نتونستیم روستایی رو توی روستا نگه داریم، همشون ترک کردن روستا رو. این تفاوت اینپوت آوتپوت و آوتکامه. نهاده و درونداد داریم، بروندادم تا حدودی داریم، ولی دستاورد نداریم. و تمام گزارش هایی که نظام سیاسی و تمام دستگاه های دولتی میدند اینپوت ها رو گزارش میدن، اینقدر بودجه گذاشتیم. گاهی هم نتایج و محصول رو، آقا اینقدر راه روستایی ساختیم، ولی راجع به دستاورد کسی نمیگه. نظام سیاسی آنچه که میگوید راجع به اینپوت هاش و آوتپوت هاش، نهاده ها و ستاده ها، راجع به دستاورد ها
بحثی نمیشه. ما در دستاورد شکست خورده ایم. خب راهکار چیه؟ داستان اینه که در انسان به عنوان موجود زنده وقتی هرس سیناپسی رخ داد و غشاء مغزی دیگه وضعیتش روشن شد، دیگه این نمیتونه تغییر بکنه، دیگه میمونه تا مزمحل بشه، چون سلولای مغزی عوض نمیشن، سیناپس هم دوباره شکل نمیگیره. ولی جامعه به عنوان یه سیستم زنده دوره به دوره سیناپسای کورتکس مغزش رو، یعنی سلولای اصلی که تصمیم گیری میکنن و ارتباطات رو شکل میدن، اون رو جامعه دوره به دوره عوض میکنه به طور طبیعی. بالاخره نسل عوض میشه، مقامات میان و میرن، نسل عوض میشه و با اومدن یک غشاء مغزی جدید در جامعه سیناپسا میتونه شکل بگیره. مسئله ای که ما داریم اینه که وقتی یه جامعه صبر نداره، تحمل نمیکنه تا این غشاء مغزی عوض بشه، خسته میشه و بعد دست به خودکشی میزنه، دست به انقلاب خشونت بار میزنه، فکر میکنه اگر عوض کنه همه چی درست میشه. بهش میگیم ببین وقتی که تو با شورش و با انقلاب و با خشونت لایه مغزی سیستم رو عوض کردی، دوباره چون در بستر خشونت عوض شده ارتباطات برقرار نمیشه، سلولای مغزی عوض میشه ولی سیناپسا شکل نمیگیره، چون سیناپسا و ارتباطات در فضای تعاملی مثبت شکل میگیره. اون چه که ما الان باید در واقع برش تعامل بکنیم و مراقب باشیم، در واقع این بحث من همون بیان دیگری از بحران یادگیری است که آقای دکتر مومنی گفتن، همون بحث من حالا از منظر سیناپس مغزی گفتم. اون چی که باید انجام بدیم اینه که تا این لایه خاکستری عوض نشه چیزی در عوض نمیشه. و به هر ترتیب 40 سال گذشته و اون در واقع لایه خاکستری نظام تدبیر دیگه سنش رفته بالا و یک زایمان طبیعی به طور قهری رخ خواهد داد، یعنی یک نقل و انتقال طبیعی رخ خواهد داد و بخش زیادی از این لایه تصمیم گیر مرکزی جا به جا خواهد شد و به طور طبیعی این پارادایم شیفت، این نقل و انتقال، این تغییر رویکرد، تغییر نگاه رخ میده، به طور طبیعی رخ میده، چون سیستم امکان دیگری در برابرش نیست. یه موقع سیستم امکان دیگری در برابرش بود، نفت داشت، منابع داشت، جامعه پر انرژی داشت، انسجام ساختاری داشت، عرض کنم که اقتدار سیاسی و هژمونیک داشت، میگفتیم که خب دوباره همون بازی، ولی نه دیگه. سیستم امکان این که این روندی که تو این 40 سال ادامه داده رو بتونه ادامه بده نداره. آن چیزی که وضعیت موجود رو حفظ کرده اون غشاء مغزی است که این ساختار رو نگذاشته که تحول پیدا کنه، افق گشایی بشه، تغییرات ساختاری. آن چه که مأموریت روشن فکری است و نخبگان اجتماعی و سیاسی است اینه که در این دوره ای که ما وارد دوره زایمان طبیعی قدرت داریم میشیم، یا بگیم گذار طبیعی قدرت یا زایمان طبیعی یا این تغییر کورتکس مغزی، این دوره رو مراقبت کنیم که وارد بحران نشیم، وارد بی‌ثباتی نشیم، وارد شورش نشیم، وارد درهمریزی نشیم، تا این گذار طبیعی رخ بده. 40 سال صبر کردیم، این صبر رو ادامه بدیم. صبر از اینجا به بعد دیگه صبر استراتژیکه، یعنی الان باید جامعه رو با صبر استراتژیک آشنا بکنیم. این گام اول که این از طریق چیه؟ اینه که امید بخشی کنیم به جامعه، در هر محفلی و محملی هستیم، در خانواده، در محیط کار، در دانشگاه، در مزرعه، در کارخانه، امید بخشی کنیم، محیطمون رو شاد و گرم نگه داریم، به محیط امید بدیم و نگذاریم که، چون ناامیدی پایان کاره، ناامیدی پایان کاره.
تمام رهبران سیاسی وقتی موفق شدن که انقلاب ایجاد کنن که جامعهشون رو از سیستم موجود ناامید کردن. هر جایی شما انقلاب دیدید و رهبران موفق، هنرشون در این بوده که با سخنوری، با هر نقش بازی کردنی، جامعه رو از وضع موجود کاملا ناامید کنن. در حالی که ما داریم وارد عصر شبکه میشیم، در عصر شبکه عصریست که دولت‌ها ذاتن کوچولو میشن، ذاتن کوچولو میشن. پول که اصلی ترین ابزار دولت هاست تا 10 سال دیگه از دستش خارج میشه و ما میریم در دوره تسلط پول دیجیتال که دیگه دولت‌ها خیلی نمیتونن روش. بنابراین بخش زیادی از ابزارهایی که دولت‌ها رو بزرگ و هژمون نگه داشته از دست میره. بنابراین باید مراقب باشیم در این دوره ثباتمون از دست نره. بنابراین مهمترین مأموریت روشنفکرا اینه که اولا امید ببخشن، ثانیا گفتگو رو بین خودشون بینشون و جامعه، بین خودشون و حکومت شروع کنن. حتی اگه بی نتیجه باشه، صرف وجود گفتگو امید بخشه. حتی اگر بی نتیجه باشه، خود تعامل و گفتگو امید بخشه. بنابراین ما در سطح فردی 2 تا مأموریت داریم، در سطح اجتماعی 2 تا مأموریت. در سطح فردی اینه که خوب کار کنیم، کار خوب بکنیم. در این دوره گذار، در این دوره زایمان سیاسی و زایمان طبیعی قدرت، اولا هر جا هستیم خوب کار کنیم و کار خوب انجام بدیم. خود این دوتا امید بخشه. میبینه یه جا که آدم میره، میبینه یه نفر کارش خوب انجام میده، کلی انرژی میگیریم. این در سطح فردی. در سطح اجتماعی امید آفرینی و گفتگو، خلق امید و تشویق گفتگو، ترویج گفتگو. فعلا هیچ کار دیگری در این دوره گذار جواب نمیدهد. برای این اساس باید ببینیم در تعاملات آتی کشور چه کنیم، در انتخابات چه کنیم، در هر مسئله پیش میاد معیارمون ببینیم که آیا مشارکت یا عدم مشارکت در این مسئله خلق امید میکنه، به گفتگو دامن میزنه یا نه. ما چاره ای نداریم، راهی نداریم جز این که جامعه رو گرم و امیدوار نگه داریم. یعنی جامعه هم راهی نداره، حکومت هم راهی نداره جز این که بعد از این دوره وارد یک افق گشایی بشه. راهی نداره، یا باید سقوط کنه یا افق گشایی کنه. و من معتقدم که این نقل و انتقال طبیعی قدرت که رخ بدهد، افق گشایی ناخواسته، بدون اینکه کسی بتواند در برابرش مقاومت کنه، رخ خواهد داد. شاید اگر از این کتاب من عرض کنم که دستاوردی باشه، از این مجموعه تجربه هایی که عرض کردم، همین باشه که من رو به این نقطه رسونده که امروز ما هیچ کاری نکنیم، فقط گفتگو کنیم، ترویج امید بکنیم، خوب کار کنیم و کار خوب انجام بدیم. متشکرم از همه شما که آمدید، ماندید و لطف کردید و این مجلس رو به قدوم خودتون مزین کردید. سرشار باشید.